نام یاد و خدا با عرض سلام ادب خدمت همه بیننده های ارجمند تلویزیون آریانا با ویژه علاقه برنامه چهار دیوالی امیدوار هستم که همه شما از خوب و سلامت باشین خوشحال آسفی هستم رس ساعت 4 هم روزه الا 5 شنبه الا 5 شنبه در برنامه چهار با مهمانان عزیز و خوب کشور عزیز ما افغانستان که در نقاط مختلف افغانستان زیست و زندگی دارند در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این بار سر میزنیم به جرمنی آل احوال یکی از خبرنگاران مطرح محبوب و خوب کشور عزیزمان افغانستان را میگیریم که در دوچوله آلمان سالها هست که کار میکنه و شما واقف هستین که دوچوله آلمان هم رادیویش و هم تلویزیونش همکار و استراتژیک و سابقه دار رادیو تلویزیون یوناس که بیشتر از یک دهه میشه با هم ما همکاری داریم برنامه های از اونا را ما نشر میکنیم گاهگاه برنامه های ما اونجا نشر میشه و یک همکاری دو جانبه وجود داره و ما بالای افتخار میکنیم وصلت حسرت نظیمی خبرنگار دوچبله امی لحظه روی خط سکایپ رابطیشان وصل شد با برنامه چاردیوالی تلویزیون آریانا وصلت جان سلام بر شما سلام خوشحال تشکر که مرا دعوت کردین تشکر از بینندگان عزیزتان زنده باشین تشکر پیش از که روی دو موضوع مشخص ما مو خودت صحبت بکنیم اول از خود بگو که وضعیت در آلمان چگونه هست انوز وضعیت به شکل غیر نورمال هست یا نه در حالت نورمال شدن هست و روزهای عادی دوباره برمیگردد ما فکر میکنم که هنوز گفتن نمیتونیم که دا وضعیت در آلمان در حالت نرمال است هنوز هم غیر رسمی است یک حالت استراری است در آلمان شماره رسمی مبتلیان به ویروس کرونا فعلا از 168 هزار نفر گذشته اما 132 هزار بهبود یافتند و از دیروز فتر تا امروز ارقام قربانیان ویروس و کرونا به ثبت 7100 مورد جدید به 7200 نفر رسید معلوم میشه که در یک روز یکصد قربانی داشتیم در آلمان اما اگر این آمار به کشورهای اروپایی دیگر مقایسه کنید، هنوز هم وضعیت در آلمان بسیار خوب است و فاز مثال در بریتانیا شمار قربانیان و کرونا به 30000 تن رسیده که حتما شما هم خبر هستین و اکنون بلندترین آمار در اروپا است دیروز انگلا مرکل صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که محدودیت های کاهش پیدا می کنند و مرکل از جلوگیری شیوه کرونا بسیار راضی بود و گفته بود که محدودیت های که تا هنوز هم هستند مثلا ماسک،, ماسک پوشیدن و می فاصله گرفتن تا ماه جون تمدید میکنند بله. ولی حالا ازوای یک خانواده میتوند با ازوای خانواده دیگه ملاقات کند که تا ای رقم نبود مغازا پس باز شدن و رستوران ها هم چند روز بعد با پس باز میشن و معلوم میشه که آیستا آیستا پس به یک حالت عادی میریم بله. یا که گفتی تا امروز هفته می تا لحظه که ما خود صحبت میکنیم هفته می. یا مرد تایید شده بله شما چند روز رخصت بودین وصلت جان؟ ما خودم یک دو هفته رخصتی گرفتم چون ما یک دختر یک دارم یک ساله و شوهرم هم کار میکنه بسیار سخت بود خوشحالان جان خانه بودن و کار کردن و هم اولادداری بسیار سخت بود از او خاطر ما یک دو هفته رخصتی گرفتم و حالا فعلا شوهرم دخترک مرا نگاه میکنه ما هم تو تقسیم کردیم کارا نوبت نوبت خودم بله بله فعلا ما خودم پس دیگه و دفتر آمدم آیستا آیستا پس هم کارا میاین دفتر و کوشش میکنن که اینجا هم یک حالت نرمال به وجود بیاید اما انوز هم مثلا ما اجازه نداریم با هم در یک اتاق باشیم بر یک مدت زیاد بلی. هر کس در اتاق خود می باشد تنها و ماسک می فاصله می گیریم دیگه همه تو کارا <applause> همکارا همه در بخش پشتو در بخش دری خوب هستند در دوچبلی آلمان Yeah. <laughs> شکر زده باشین کلگی شکر خوب هستن ما همکارای داریم که سنشان بلند است و در خانه کار میکنن و چند هفته بعد هم فکر نکنم دفتر بیاین و انوز هم در خانه میباشند و همکارای دیگه که سلامت هستن و فت هستن به گفته آلمانا و آیستا آیستا پس میاین و فعلا شکر کلگی خوب هستن و ایش کدام مریضی چیز پیش نامده بود بسیار خوب خداوند شما را نگاه بکنه عالمیم. در اصل موضوع چند وقت پیش هم زمانی که بحث کووید 19 یا کرونا مطرح شد در دنیا سازمان ملل متحد اعلان کرد که خشونت ها علیه خانم ها در زمان قرنطین بیشتر شده در اکثر کشورهای دنیا البته مشخص کشور نام نگرفت بخواب از شما پرسان بکنم که دقیقا دلیل چی میتونه باشه ای که مردها رفتن طرف خانه ها و چون اونا بیشتر در اکثر کشورها به وجه کشورهای جهان سوم در بیرون کار میکنن و خانم ها بیشتر در خانه هستن این دلیلش هست یا نه دلیل دیگه وجود داره چون خلقتنگی تنگی بحث استرس و استراب که خشونت ها علی خانم ها بیشتر شده در خانه ها. چندین دلیل داره یکی خو ما کل ما احساس میکنیم که بسیار زیاد فشار سر ما است از یکی خو از حالت روانی آدم نمیفهمه که داینده آینده چی میشه ای یک فشار بسیار بزرگ است سر سر کلگی باز خصوصا بر کسایی که سنشان بلند است یا مریضیای وجود داره که دارن و زیر تدایی هستند و زیادتر باید کوشش کنن که خود نگاه کنن و مالمدار و بسیار زیاد ترس می داشته باشن و این یک فشار سر سلامتی روانی می باشه ما می فهمیم که سلامتی جسمی و سلامتی روانی اردویشان در یک حد هستن و بسیار مهم هستن که تا امروز هنوز هم نه تانه دان افغانستان بلکه در کشورهای غربی هم مردم زیادتر در فکر سلامتی جسمی خود هستند و سلامتی روانی خود زیاد پشتش نمیگردن متاسفانه اما اردوشان بسیار مهم هستند و شایدم بیننده متوجه شده باشند که در چند هفته ترس و نگرانی بیش از حد زیاد شده و یگان کسا مثلا فکرهای منفی می داشته باشند چرت میزنند باز مشکلات بیخوی و از بین رفتن اشتیا ام ای کلش باعث میشه که بله. سر ما فشار میایه و حالا هدف و قربانی چرا باید خانم ها و دختر خانم ما باشه هدف و قربانی چرا خانم ها و دختر خانم ما باشه چرا همه نیستن اول خو همیشه قربانی در جامعه ما و در جامعه غربی خانم ها هستن و دخترها هستن متاسفانه یا دختران بچه ها هم همیشه قربانی میشن متاسفانه و اینجا هم چون ضعیف دیده میشوند و ما یک در یک جامعه مرسالاری زندگی میکنیم نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای غربی هم و مثلا در غرب انوز هم مشکلات هست نه چون ما میبینیم که دمی بحران کرونا کسایی که باید در خانه باشن باید اولادها اولادا را نگاه کنن خانم ها هستن گرچه که کار میکنن کارهای خود دارن زندگی دارن اما مرد، بر مردم نرمال است خانم باید در خانه بشینن و از طرف دیگه ما میبینیم که مردم ترس دارن از از اینکه کار خود از دست بتن آینده چطور میشه میتونن سباروز و کرای خانه خود بتن یا نه و این باعث میشه که در خانواده هم جنگ و جنجال و چیزا پیدا میشه متاسفانه بیشتر از سلامت جسمی و روانی صحبت کردین وصلت عزیز و این فرق میکنه با در کشورهای مختلف در افغانستان چه که شما هم گفتین در زمان قرنطینه زمانی که بس کویت 19 مطرح شده با هزاران نفر بیکار شد و با صدها بالاخره شرکت خصوصی بسته شد در بخش سکتور خصوصی و به میلیون ها دلار ضربه دید بخش سکتور خصوصی و دیگر نهادها در افغانستان و همین سبب شد که بالاخره استرس و استراب بیشتر شوه بخاطر خاطر از اینکه نگران آینده هست اکثر مردم چون ما بیشتر از 50 درصد مازیری خط فقر زندگی میکنه در آلمان چی چگونه است؟ می استرس و استراب در آلمان هم وجود داره مثل در افغانستان که من مثال دادم؟ بله واقعا شاید به او حد نی اما در آلمان هم مردم کار خود از دست دادن خصوصا کسایی که در سکتور هنر کار میکنن مثلا و مکمل کار خود از دست دادن و کار نمیکنن در خانه شیشتن نمیتونن کنسرت بتن یا نمیتونن مردم نمیتونن موزیم برن نمیتونن اوپرا برنی چون این هم بسیار یک چی و رستوران ها هم رستوران ها به خیر یک دو هفته بعد پس باز میشن اما تا اون وقت بسیار زیاد مردم که در رستوران دارند یا در رستوران ها کار میکنن کار خود از دست دادن پول از دست دادن و نگرانی آینده دارن مثل که خودتان گفتین و ای هم باعث میشه که بسیار زیاد فشار سر حالت رمانی میایم بله شما خودتان پیشتر گفتین که یک مقدار دق کننده بودم 15 روزه که من خودم در خانه بودم پس چطور میشه با استرس استراب کرونا در زمان لاک داون یا قرنطین ما مبارزه بکنیم که حداقل چون در افغانستان دو هفته یا سه هفته دیگه متاسفانه تمدید شد و ما زیاد خوشبین هم نیستم که بعد از ایدام اینجا حالت عادی میشه یا یعنی نه چون هنوزم در اوجش ما هستیم چی فکر میکنی چطور تو میتونیم با استرس و استراب کرونا در زمان قرنطینه ما مبارزه بکنیم خودت کدام کارها را انجام دادی که استرس و استراب نتونست بالای خودت غلبه بکنه من فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است کاهش استفاده کردن رسانه های اجتماعی و رسانه های عمومی چون ما ما خودم بیکارم میکردم زیادتر آدم در تلفن خود از میبینه که رسانه های مختلف چی میگن آمار چطور شده اما ای بسیار زیاد فشار سر آدم یاره آدم باید به نظر من مثلا روز یک نیم ساعت ببینه رسانه های اجتماعی را چیزایی که سر, آدم فشار میاره اما زیادتر کوشش کنه چیزای مثبت ببینه یا یک فیلم مثبت ببینه من زیادتر کوشش میکردم فیلم های خنددار ببینم یا کم ساعت خود کنم این بسیار مهم است و متوجه شدن جسم خود و حرکت کردن بیرون رفتن دور از مردم اما آدم میتونه بیرون بره حرکت کنه یا حتی در خانه حرکت کنه کورس های مختلف هستن کورس های ورزشی که آدم میتونه از او استفاده کنه در یوتیوب یا در دیگه جای خو کردن بسیار مهم است به وقت مناسب و غذای مفید و کانتکت با فامیل و دوستای خود این هم بسیار بر من خود مهم بود و ای را زیاد می... چی میکردم پیشتش میگشتم حالا <تصفح> ما شما همه ما در یک کشتی هستیم و بیشتر مصروف هستیم خبرنگارات چون در آلات استراری و در آلات که محدودیت ها و میشه یا شرایط خاصی پیش میاید مصروفیت های ما بیشتر میشه وظایف ما بیشتر میشه شخص خودم تا حال هیچ یادم که دو روز یا سه روز مکمل در خانه باشم آیا برای خودت ای اولین تجربه بود و به این فکرم افتاده که گاه گاه ما به خود برسیم به خود فکر بکنیم از اینکه ما شو و روز کار میکنیم مثل یک ماشین 12 ساعت 14 ساعت و مصروف کار هستیم و ما خود را فراموش کردیم اما کرونا سبب شد که گاه به خود و به اولاد و به زندگی خود فکر بکنیم به دوستان و بستگان و خیش و قوم خود فکر کنیم بله دقیقا بر ما اولین بار نبود چون در کشورهای غربی خصوصا در آلمان ما امی جامعه آلمانی بسیار در فکر کار کردن و پیش رفتن و این چیزا هست و زیادتر در فکر از که خود آدم پیش برن زی... کمتر در فکر فامیل هستن کمتر در فکر پدر مادر خود در فکر اولادای خود خصوصا پدر مادر خود اگر سنشان بلند باشه و این باعث میشه که در کشورهای مثل آلمان دپریشن و چیزا بسیار زیاد است متاسفانه در افغانستان باز خو خوب است از خاطر مردم زیادتر رفت آمد دارن فامیل میبینن یک سمیمیت وجود داره که به نظر من در آلمان یک کم کمتر وجود داره ماله. متاسفانه و از او خاطر به زیاد وقت میشه که من زیادتر کوشش میکنم در فکر چیزای خود باشم در فکر سلامتی روانی خود باشم اگر نه بسیار مشکل است سخت است بسیار تشکر بانو نظیمی اسرت خبرنگار دوچوله در جرمنی پیام و یا گفتنی داشته باشین آنچه ما پرسان نکردیم از شما در ذهنتان چیز باقی مانده باشه کمری تلویزیون آریانا در خدمت شماست <تصفح> تشکر ما فقط میخوایم به بینندای شما شریک بکنم که یک چیزی که به نظر ما بسیار مهم است این است که ما باید کوشش کنیم در این بحران کرونا چیزای مثبت ببینیم و یگانه چیز مثبت که میبینیم این است که مثل پیشتر هم گفتم ما باید زیادتر کوشش کنیم در فکر عزیزان خود باشیم در فکر دوستای خود باشیم در فکر فامیل باشیم چون حالا در اینجا در این حالت معلوم میشه که چیزی که واقعا در زندگی مهم است فامیل و دوستا هستند نه کار مهم است نه زندگی بیرون از خانه مهم است این چیزا معلوم میشه که اصلا مهم نیست سلامتی مهم است و فامیل و دوستای خود آدم وصلت اصلت نظیمی از شما بسیار تشکری که وقت دادین به ما و مصاحبه کردین با برنامه چاردیوالی تلویزیون آریانا ممنون و مشکورتان هستیم بانو وصلت حسرت نظیمی خبرنگار دوچوله آلمان که با برنامه چاردیوالی دیوالی صحبت کرد و مهمان ما شد و صحبت های در رابطه با استرس استراب و همچنان بحث خشونت علی خانم ها داشتیم میان برنامه کتاب پس از او مهمان بعدی در برنامه چاردیوالی دیوالی